مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل اینجا در اورشلیم با ماست. آقای باقری کنی با سرگئی ریابکوف دیدار کرده، همتاش در وزارت خارجه روسیه و میدونیم که میزبانی دارن میکنن از هیئتی از حماس. چطور میبینید نقشی رو که مسکو داره بازی میکنه؟ اسرائیل اجازه نخواهد داد که مسکو میانجیگری بکنه به خاطر چند دلیل. یکی این که آمریکا اجازه نخواهد داد، و برای ما هم روابطمون با آمریکا به خیلی مهمتر هستش، بی نهایت مهمتر هستش تا روابطمون با روسیه. یکی دیگه هم این که به خاطر این که الان روابط جمهوری اسلامی ایران با روسیه خیلی خوب شده و اسرائیل این رو به عنوان یک چیز نگران کننده، یک تحولات، یک پدیده نگران کننده میبینه. پس آره روسیه، ببینید روسیه بازوی دیپلماتیکش بعد از جنگ اوکراین ضعیفتر شده. الان ما میبینیم که حتی نمیتونه میانجیگری بکنه بین ارمنستان و آذربایجان تو حیات خلوت خودش. الان داره اینجا سعی میکنه که قدرتی ها که از دست داره به خاطر جنگ اوکراین رو یه خورده بتونه پس بگیره، ولی موفق نخواهد شد. بهتون بگم تنها یک کشور دیگر این که من قبل از این تحولات من عقیدم بود که میتونست میانجیگر باشه اتفاقا چین هستش. فقط یه مقاله من میخواستم قبلا بنویسم راجبه این که چین بیاد بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران میانجیگری بکنه، به خصوص در مورد تحولات حزب الله و کارهایی که حزب الله داشت میکرد در من. ولی بعد از حمله حماس همچین چیزی همونم دیگه، چون الان آمریکا اینقدر به ما کمک کرده که اصلا ما نمیتونیم فکرشو بکنیم که از چینیا بخوایم تقاضا بکنیم که بیان میانجیگری بکنن، با وجود اینکه چین روابط خیلی خوبی با جمهوری اسلامی داره و یکی از بزرگترین شرکای تجارت با اسرائیل هستش. به نظر میاد حماس هم از این موقعیت ژئوپلیتیک جدید دنیا داره حد اکثر استفاده رو میکنه. اینطور نیست همین که رفتن در مسکو، الان بالاخره اونا هم میدونن که چقدر واشنگتن و مسکو در تنشن. اونا دارن سعی میکنن، ولی ببینید چیزی که اگه من حماس بودم، اگه من مشاور رئیس رؤسای حماس بودم، بهش میگفتم که شما نه فقط غزه رو از دست دادید، به زودی شما قطر رو هم در چند سال آینده قطر هم از دست خواهید داد. همین الانش نمیدونم کی، حقیقت رو باید بگم، نمیدونم کی یک ویدیویی درست کرده که قطر حامی تروریسمه تو یکی از بزرگ مشهورترین بن کسپیت، ایشون یکی از روزنامه‌نگارای مشهور اسرائیل هستش، که میگه قطر حامی تروریست، قطر حامی کسانی که کشت. شما برای کشوری که صدها میلیون دلار هر سال خرج میکنه در کشورهای غربی، تیم فوتبال پاریس سن ژرمن رو میخره، هرودز رو میخره که برای اینکه ارتقا بده، یا جام جهانی، این میلیاردها الان به خاطر حمایت از گروه حماس میتونه خیلی از این پولش رو واقعا سرمه بزنه به چهره قطر. و من مطمئن نیستم که تا دو سه سال آینده حمایت حماس در برابر ضررهایی که این حمایت میاره برای غزه واقعا ارزشش رو برای قطر داشته باشه. ولی قطری هم این کار رو در خلأ نکردن، یعنی اسرائیلی ها در جریان بودن از اول. ببینید با وجود اینکه من با سیاست آقای نتانیاهو مخالفم و به نظر من اشتباه بودش که با پول قطر یا پول میداد به رشوه میداد به حماس که سکوت اونها رو بخره، ولی یه منطقی هم منطق هستش که نمیتونیم ما ازش چشم پوشی بکنیم، و اون این هستش که نتانیاهو امیدوار بود که با این پول حماس برگرد تمرکز بکنه روی توسعه اقتصاد، روی توسعه معیشت مردم. خب قبلا میگفتن پول به خاطر محاصره اسرائیل نیست، بفرمایید، ولی اونم اون فرضی هم اشتباه در اومد. ممنونم از شما مهر جاودانفر، کارشناس مسئله خاورمیانه.